اولین یادداشت‌های من مربوط میشه به اولین برخورد‌هایی که با کارگردان یا با نویسنده دارم. وقتی شروع می‌کنیم با هم حرف زدن، من اول ازشون می‌خوام که برای من توضیح بدن هدفشون چی بوده؟ دنبال چه چیزی هستن؟ این فیلمنامه از منظر کی داره تعریف میشه؟ که من بتونم از همون منظر فیلمنامه رو بخونم و راجبش حرف بزنم. و بعد شروع می‌کنم راجب اینکه اگر این یه دیالوگ کم بشه یا اگر این اضافه بشه یا اگر این با این لحن گفته بشه یا اگر احیانا توش یه ضرب المثلی گفته بشه بسته به شخصیتی که داره کار میکنه از تجربه خودم در طول سالهای زندگیم و در طول سالهایی که کار کردم در اختیار نویسنده و کارگردان میذارم نکته مهم اینه که من بتونم اون اول این اطمینان رو در ذهنشون ایجاد کنم که اگر دارم حرفی میزنم نه برای فقط تبلور نقش خودمه و بعد شروع میکنیم با همدیگه برای بهتر شدن سناریو یا بهتر شدن اون نقش حرف زدن و هی hey, یادداشت میکنیم و من هی hey, یادداشت میکنم که یادم نره اونا چی گفتن و گاهی اوقات اونا یادشون نره من چی گفتم و همه رو قبل از شروع فیلمبرداری با هم حل میکنیم یعنی من وقتی میرم سر فیلمبرداری دیگه با این سناریو اونقدر کار ندارم که قبلش کار دارم از قبل من عین یک منشی صحنه همه چی رو برای خودم کدبندی میکنم تمام راکور لباس صحنه هام حتی گاهی اوقات حسام همه رو علامت میزنم و به یک خلاصه نویسی میرسم در مورد کل کاری که قراره انجام بدم در نچه صبح که از خواب بلند میشم یا صبح که میخوام بخوابم گاهی اوقات که شب کار هستیم میدونم فردا با چی رو بروم لباسم چیه از چه صحنه ای به چه صحنه ای میخوام برم و گاهی اوقات حتی حسم چیه یا دیالوگام چیه یه کار دلی هم برای خودم میکنم مینویسم دقیقا چه روزی چه ساعتی در کجا شروع کردیم به فیلم برداری و روز پایان رو هم مینویسم اکثرا یه اختلافی وجود داره بر اون چیزی که گفته شده یا اون چیزی که اتفاق افتاده ولی همه اینا مثل یه شیرینیه اینه یه پازلی میمونه که باهاش بازی میکنم و این بخشی از تمرکز من نسبت به کارم میشه انگار یک بازی شیرینه برای بازی کردن در یک فیلم برای من که در این حال هم خیلی علمیه و هم خیلی راهگشاست گاهی اوقات من میتونم به همکارای دیگه هم کمک کنم برای اینکه مطمئن بشن مثلا حتی نور این صحنه یه دونه چراغ اضافه تر داشته یا کمتر چون اینا هم علامت میزنم